برگشت میدونه من چی میگه، میگه تو هم سنت رفته بالا، پس این رستوران رو تو حساب کن. سلام، خوش اومدین به یه ویدئوی جدید دیگه، با یه ولاگ دیگه در خدمت شما هستم. دارم پستی که پست کنم بس مواد غذایی که سفارش دادم رو باز میکنم. امروز باید برم دانشگاه، کلاس دارم ساعت 2، الانم ساعت کنم 10 گذشته باشه و الان که امروز کلاس دارم، امروز تولد دو تا از دوستام هم هست. در واقع تولدشون هفته پیش بود، ولی خب نشد ببینیم همدیگر رو. بعد دیگه امروز قراره ببینم و یه جورایی بهشون کادو بدم. خودشون البته در جریان نیستن. اوه چیزایی که وای کوچیکه. ای وای خیلی کوچیکه. چت سفارش دادم، طبق همون داره بارون میاد دوباره. یک از چت رو گم شده، شیوا چت رو من امروز برد. دیگه بیرون که نمیتونستم برم چت، بدون چت که نمیتونم برم بیرون چت بخرم، خیس میشم. مثلا مرشدان یه چت سفارش بدم، چت رو اومد و نون توست. اینا حالا خیلی مهم نیست، پنیر مهمه. این سوه توی این کیکه، خسترم خسترش پسرشون. امیدوارم کیک برعکس نشده باشه. کیک سفارش دادم و از این بیلا که عاشقشون. حالا اینا مهم نیست، مهم این کیک هست. در واقع من میخواستم از این کیک های کاستوم سفارش بدم. میگم کیک توشی رفت، کیک های کوچولوی گر انقدی هن، چون کیک های بزرگ خیلی بزرگ هن، همه نمیتونی تا تحب بخوری. بعد حمل کردنش، بعد مثلا بیرون بری بخوری، بعد نمیدونم به خود ببری خونه دوباره اضافه شد، کلی همیشه میمونه اینا. مثلا این که کوچولو اومده، ولی معمولا بیرون سفارش میدی که مثلا برات درست کنن اینا. ولی به خاطر اینکه از پس فردا تعطیلات عید شکرگزاری کره شروع میشه، هیچ کس سفارش کیک قبول نکرد. مثلا من گشتم، مجبور شدم این جوریشو سفارش بدم مثلا اولین باره. خیاله بینه که دوست دوستای من تولدشون توی یه روزه. خیلی عجیب نیست از ایران پاشی بیای کره اینجا دوتا دوست متفاوت رو ببینی که اصلا با هم این سن هم میندن، یعنی اصلا همدیگر اصلا نمیشناسن، یعنی تا رو همدیگر یه بار هم نایدن. بعد دوتاشون تولدشون توی یه روز باشه، یکیشون مال اسپانه، یکیشون مال تهرانه، بعد تو کره با هم باشین، دوست من هم باشن، دوتاشون هم تولدشون توی یه روز باشه. خیلی عجیب نیست. واسه هم بعد دوتاشون عاشق گربه باشن، دوتاشون عاشق گربه هم. واسه همون کادویی که براشون گرفتم یه جورایی رب داره بگو، یعنی یه جورایی که کلن گربه ایه. اونم بهتون نشون میدم. واسه همون ببینم این کیک چی بوده. کیک روش یه دونه شمع قلب اومده با یه دونه خمیر که بتونی روش تزیین کنی. ام یکیشون هم کلاس تو دانشگاه با هم میبینمش. واسه همون این کیک برا اونه، با اون یکی دوستم بعد از ظهر قرار داریم. واسه اون فعلا کیک سفارش ندادم، بخاطر اینکه نمیتونستم از الان به خودم ببرم دانشگاه، خراب میشه. بعد از ظهر بعد کیک بگیرم برای اون یکی دوستم. اوکی، یه کیک عادی ساده شکلاتی که من با این روش میخوام بنویسم تولدت مبارک به فارسی. به نظرتون جاش میشه؟ خب این از کیکه، با این میخوام روش بنویسم تولدت مبارک، ولی فکر نکنم بتونم بنویسم. این خیلی سفته. ای وای این یخ زده. خب فعلا تزیین اینو میذاریم برای بعدا. خب اونجا که دیدین عملیات با شکست مواجه شد، اون یخ زده فکر کنم، ولی اصلا سرد نیست، ولی خیلی سفته. چی گفته؟ خوشیب دویه دده تنمو. بعد بندازم توی دمای بعد بزنم تو آب گرم. خب من اینو انداختم تو آب جوش. اوه نرم شده. اوه خیلی هم نرم شده. یکم خونکش کنم. خب بعد بنویسم تولدت مبارک. کاشکی رو میتونستم در بیارم، ولی میدونم خراب میشه. خب تلاشم میکنم، اگه خراب شد منو ببخش ناز. ای وای ای تولد ای وای مبارک. ای وای م
همه شکم بزرگ کنم. خوبه. قلب بکشم، یه گن میزنم. وای خیلی کیوت شد. وای من چقدر سنس دارم، من چقدر دوست داشتم. یکی دیگه همینجا بکشم. نه میتونم خراب کنم. چقدر شکلات مون. اینو با خودم میبرم با کیک بقلیم. خب بارون میاد، پنجره رو ببندم. موی منو از همون بعدم موم هنوز خیسه. که با هم سریع آماده شیم بریم دانشگاه. در واقع من یه حرفی برای گفتن دارم، برای همین داستان دارم. اونم چه داستانی؟ داستان داغ. هم آماده بشم هم داستان داغو براتون تعریف کنم. راستش یه اتفاقی افتاد، اومدم ویدیو بگیرم هم براتون تعریف کنم هم آماده شم که برم دانشگاه. داستان حالا از چه قراره؟ از اینکه من رفتم همون اکس تاکسی که بهتون که گفتم بعد 5 سال هنوزم که هنوز تقریبا هر هفته بهم، بیشتر هفته یکی دو بار بهم پیام میده رو دیدم. هفته پیش بود، هفته پیش که نمیدونم دقیقا میشه 5 روز پیش اینا بود. رفتم بالاخره رفتم دیدمش. انقدر که پیام زد، انقدر که پیام زد که همدیگه رو ببینیم. آخر گفتم باشه بابا حالا برو یه بار ببینش، مرگ نیست. بعد حرفم بهش بزن دیگه، بگو بابا بلند کن. بعدی که خلاصه من 5 روز پیش رفتم دیدمش و خیلی یهویی شد، اصلا قرار نبود، اصلا نمیخواستم ببینمش. بارونم میومد، بعد کارم هم تموم شده بود تو دانشگاه، زود تموم شده بود و بیکار مثلا خواستم دیگه برگردم خونه. بعد یه هی پیام میداد دیگه. گفتم بابا اوکی تو که بیکاری، شیوان که باشگاه، بری خونه شیوان باشگاهه، حالا برو ببینش ذره نداره. خلاصه پا شدم رفتم بعد 5 سال XXX رو دیدم. این که به نظر من آدم ها تغییر نمی کنن. اینا من به خودش گفتم، بهش گفتم که تو هنوز هیچ تغییری، فکر می کنی تغییر کردی ولی هیچ تغییری نکردی و هنوز همون اخلاقای مزخرف قبلی رو داری. ولی تفاوت با این بودش که خب 5 سال پیش که من اینو دیدم و 5-6 سال پیش اینا که من اینو دیده بودم، خیلی خجالتی بودم، طوری که مثلا خیلی حرفا رو نمی زدم و بیشتر می خوام تو خودم. ولی این سری قشنگ رفتم، میدونی یه ای طرف هم به قول دوستم چون برام مهم نبود طرف بمونه یا نمونه، هیچ تلاشی نکردم که بخوام. بعضی موقع دیگه اگه خیلی خوشت میاد بعد دلت میخواد طرفو نگه داری، مثلا خیلی میریزی تو خودت، چی نمیگی، خیلی حرفا رو نمیزنی اینا. ولی وقتی که طرف برات مهم نباشه، بود و نبودش، هر چی که دلت بخواد، هر چی دلت تنگه، حرفایی که باید بزنی هم میزنی. و واقعا شاسه من اون روز شرایط اینجوری بود، تمام حرفایی که اون موقع که با هم تو بود، هر چی دلت تنگم بود بهش گفتم. یه پیش زمینه بهتون بگم، این آقا خیلی وضع مالیش خوبه این پسر، و انقدر در این حد وضع مالیش خوبه که کار نمیکنه و من از این کار، از این متنفرم. از این یعنی تا لنگ ظهر تو خونه خوابه، بیشتر کارش سرمایه گذاری، یعنی فقط پول میاد تو حسابش. تا لنگ ظهر تو خونه خوابه، پا میشه، غذا میخوره، میره تفریح، بعد دوباره میاد تا لنگ ظهر میخوابه. یعنی زندگیش اینجوریه که من از این واقعا متنفرم. یعنی مثلا هیچ امید به زندگی نیست وقتی که بر همه کار میکنن، حتی پولدارام کار میکنن، ولی این فقط بخوره بخوابه. این یه پیش‌زمینه بود، گفتم بذار بهتون بگم در موردش قبل اینکه بخوام خیلی توضیح بدم اینا. گفتم سر کار میری؟ گفت نه کار نمی‌کنم، من مثلا مثل اون موقع ما اینجوری چیزا. اون موقع بیکاری اومد رفت یه رستوران یه بار زد، یه کافه یه بار زد، چون عاشق آشپزی بود. بعد گفتم که دیگه کافه اینا رو، کافه زد ادامه دادی؟ اونو گفتش که نه دیگه اونو ادامه، حتی کافرم ادامه ندادم و اینکه فقط میچرخم و میخورم و میخوابم. و این آدم یه اخلاقی که داره، یکی از اخلاقاش که من واقعا نتونستم باش کنار بیام این بودش که خیلی حرف میزن. شاید خیلی بگین که خیلی اوکی دلیل نمید. من خودم خیلی آدم پر حرفیم، ولی نه حرف رو مخی. این از ایناست که انقدر حرف میزنه و یه به خودش میاد میگه ایوا این حرف جاش نبود بگم، چرا مثلا این حرفو زدم. یعنی به خودشم نمیاد، من همیشه میگم بهش میگم این حرف جاش نبود بگی، چرا این حرفو میزنی و اینجور چیزا. در این حد انقدر بی فکر حرف میزنه. آدم فوق العاده نجات پرست، میشینه ریز 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 از چینیا بعد میگه، از کره بعد میگه، از ژاپنیا بعد میگه، از اروپایی بعد میگه، از ایران هم که بماند جرأت نداره دهنشو صاف میکنم، ولی خب کلا
تو اونجا که رفته بودین توی کره یه جاهایی هست بهش میگن پوچامتا، بیرون تو خیابون صندلی میذارن، چادر میذارن، تو خیابون میشینی. بخیر فضای خوبی داره، بیرون میشیم همه صندلی کنار هم، همه آدما کنار میان، تو حرف میزنی کنارت میفهمه تو داری چی میگی. مثلا برمیگشت میگم آره ببین آدم کناری، ببین مثلا آب پسره، ببین آرایش کرده، من یه کرم ضد آفتابم نمیذارم. بابا این تفکراتو بذار کنار، اینجوری یعنی تو کار دیگران هم دخالت میکنه. بعد تو حرف میزنی، خب میز بغلی ممکنه بشنوه که خلاصه. بعد جاشم به اینجا رسیدم، بلند گفتم بس کن دیگه، چقدر هنوز نژاد این حرفای نژاد پرستی ها، بلند میگفتن که همه بشنم، میدونی اینقدر حرسم گرفته بود. و اونم مثلا میخوام راجعش فکر کنم دیگه. خلاصه خیلی حرف میزد، خیلی حرف میزد در مورد بیتکوین و تو کار بیتکوین نام زده، بیتکوین و نمیدونم اقتصاد دنیا و نمیدونم رئیس جمهور امریکا و رئیس جمهور کره شمالی و بابا ولم کنه کی حوصله داره. حالا حرفا خوبه ها، خوب آدم این حرفا رو بزنه، ولی میدونی بستگی داره. آدم مثلا دوست داره این حرفا رو، اگه شاید از طرف خوشم میومد، این حرفا هم برام لذت بخش بود، یعنی لذت میبرم از این بحثا هم، ولی شاید از طرف خوشم نمی، واقعا خوشم نمیومد، از این بحثا هم لذت نمیبردم. نمیدونم یعنی اون موقع سنم کم بود و کجاست که سنم کم بود، منو ببخش، میدونم خیلی اشتباه کردم، اخلاقم تغییر کرد، که بهش باش گفتم تو عوض نشدی. بعد گفتش که آدم ها تغییر کنن میمیرن. بعدش به من گفتش که خب 6 سال گذشته بود دیگه، اون موقع که همو دیدیم موقع سنش کم 20 خورده ای بود، سنش کم بود دیگه، الان 6 سال فکر کنم گذشته. گفت من خیلی شکسته شدم، خودش پرسید. بعد من خندیدم، مثلا گفتم که نه مثلا نه حالا چی نشدی و دیگه، خندیدم فقط مثلا نیومدم بگم که آره شکسته شدی. بعد من هیچ نگفتم، به من برگشت میدونه به من چی میگه، میگه تو هم سنت رفته بالا. که من برگشت گفتم چه حرفی داری الان میزنی که. بعد گفتش که نه منظورم موقع خیلی کیوت دخترونه بودی، الان خیلی خانوم و لیدی شدی یا ایناش. کسی که میدونی اومده اشتباه گذاشتش رو جبران کنه و مثلا برای یه بار دوم تلاش کنه و دل من رو به دست بیاورد. وقتی هنوز بدون فکر صحبت میکنی واقعا خواهی چی فکر کردی. بعد دیگه هیچی، آخرش هم بهم گفتش که آره من اشتباه کردم، اون موقع سنم کم بود، خیلی بی تجربه بودم، عوض شدم دیگه، اون اخلاقا رو ندارم، نمیدونم آره به غیر از تو از اون موقع تا حالا من آدمای زیادی دیدم ولی هنوز توی فکرم تو هستی و همه چیز اون موقع رو یادمه، نمیدونم تو از همه چکن سرم تا میدونم نمیده بفهمه، فکر کنم بفهمه دارم رو نرفتن مهرمان تایی آدمی بودی که تا حالا تو ای چرتا پیدا و آره الان میخوام ازدواج کنم، نمیدونم به فکر ازدواجم، بهم یه فرصت دیگه بدن. از اون موقع ها که اون موقع همه چی، یعنی حرفی که اون موقع تو دلم مونده بود و نگفته بودم بهش رو گفتم و فقط اینجور نشسته بود. من معذرت میخوام، من واسه من چقدر حس خوبیه دیدن این لحظه، من معذرت میخوام، میدونم اون موقع خیلی اشتباه کردم، من معذرت میخوام. میان هم دانن میان هی میان هم تا هر ارگوستو نگا چرا میتونم گفتم ارگوست اینا رو به خدا اگه ویدیوی منو ببینه میفهمه. یه اخلاق دیگه هم داره که هنوز اون موقع داشت و الان هم که داشت و من این دفعه ریبروش رو بردم و واقعا رو مخ بود، این بود که از من پرسید، گفتش که آره یوتیوب انجام میدی و اینا، مثلا درآمد داری از یوتیوب، درآمد چقدر و اینا. این سوال احمقانه رو از من پرسید. مگه من از تو میپرسم از بیت کوین چقدر پول در میاری یا چقدر از سرمایه گذاری پول در میاری که تو از من میپرسی؟ بعد که من گفتم که بد نیست، گفت ای بد نیست، پس این رستوران اول تماشا من توی کره وقتی میری بیرون مثلا غذا میخوری معمولا از این رستوران به اون رستوران تا 4 تا رستوران میری، ما رستوران دوم بودیم. گفتش که ای پس این رستوران رو تو حساب کن. میدونی این من برام مهم نیست که من حساب کنم 20,000 تا نه 20,000 تا واقعا نه منو فقیر میکنه نه تو رو پول دار. من خودم میدونم خودم کجا رو حساب کنم و من آدمی نیستم که دست تو جیب وایسم که پسرا همه حساب کنن. مثلا همیشه خودم هم حواسم هست، مثلا اگه این اولون حساب کرده دومو من حساب میکنم، اینجوری بوده. ولی تو که من بگشتم بهش گفتم ببین تو هنوز نمیدونی که چه حرفو کجا بزنی و چه حرفو نزنی. این بهش همین قرارداد گفتم که 20 تا 30 تا 40 تا هیچ اصلا مهم نیست، مهم اینه که من خودم میدونم چیکار کنم. تو یه دقت ببین اگه من حساب نکردم اوکی اون موقع یه چیزی بگو یا مثلا دیگه نبین طرفو،
و گفتش که دوباره عذرخواهی کردم، ببخشید من بابت این قضیه قبلنم خیلی فوش خوردم انجام. و یه چیزی بهتون بگم که سر رستوران سوم اون روز همون روزی بود که من دستبندمو گم کردم، یعنی سر رستوران من یادم میاد توی رستوران دوم بودیم، گفت تو چقدر این دستبندم خودت درست کردی؟ گفتم آره دستبندم خودم درست کردم، انگشترام خودم درست کردم، همه چی اینا. تا اونجا یادم دستبند دستم بود، بعد دیگه چون خب هر آدم حرف میزنه نمیدونم، بعد دیگه رستوران سومم که اصلا یادم نمیاد مثلا دستبند دقت نکردم که دستبند دستم بود یا نه، چون من دقت نمی‌کنم ببینه این دستبند دستشه یا نه هر ثانیه. بعد دیگه اومدم خونه فردا که خواب پا شدم دیدم جاترا بچه نیستش، دستبند دستم. تازه اون وقتی هم فهمیدم که اومدم برم همون کجا بود، یفته دیدم اصلا زنگوله نمیاد، دیدم بله دستبندم دستم نیست. بیشتر و بیشتر از طرف برم اومد، به خاطر اینکه اگه من اون روز نمیرفتم با ایشون غذا بخورم شاید دستبنده توی خونه گم میشد، یعنی شاید بگیم ربط ندارم ها، ولی بستگی به طرفش داره. شاید اگر طرف خوشم میومد گفتم فدای صد دستبندی گم شده، گم شده که گم شده. میخوام بهش بعدش گفتم، گفتم دستبندم نیست. بعد دیگه زنگ زد رستوران اون پوچن مچا و اینجور چیزا ببینه دستبندم اونجا هست یا نه، بعد نبود. ولی بازم مقصر گم شدن دستبند من اوشونه. خلاص این بود قضیه که میخواستم براتون تعریف کنم، اینکه آدما تغییر نمیکنن. و جالبه بعد اون شب، بعد اون روزم هنوزم فکر میکنه آره هنوزم فرصت داره و من میتونم من بهش دوباره فرصت دوباره میدم و هنوزم که هنوزه به پیام دادن ادامه داده. گفتم بیام اینم براتون تعریف کنم، چون تو ویدیو قبلی بهتون از اکس تاکسیکم گفته بودم، تمام درامسش خیلی بالاه. مثلا میگفتش که آره این مدت کسی به قد بلندی من باهاش نمیدونم دیت گذاشتی. آره یه چیز دیگه هست، یه دلیلی که من بهش میگم تاکسی، یکی از دلایلش اینه که تو این همین 5 6 ساله اکثر موقع بهم پیام میزد، بعد اینجوری مثلا یه اسکرین شات میفرستاد از مثلا حساب بانکیش که مثلا این ماه چقدر پول از این بیت کوین و نمیدونم سرمایه گذاریاش اومده تو حسابش. در این حد آخه کی اسکرین شات درآمدی که این ماه چقدر وارد حسابش شده رو میفرسته برای یکی دیگه؟ تو محله خیلی بالای زندگی میکنه، اول گاینام زندگی میکرد، بالا شهر کار از سئول دیگه، بعد الان رفته جمشید، خونه گاینامش رو فروخته، سرمایه گذاری کرده روی این بیتکوین و این یه کلی چیزای دیگه اصلا سردر نمیارن روی اونا و الان مستاجره توی جمشید. و خونه خب تو جمشید میدونم کرایه خونش مستاجره، کرایه نیز رهن کامل، یعنی خیلی پول قلمبه هم داره که خونه رهن شده. ولی در کل کی خونه رو واقعا چرا خونه رو فروخت؟ من چه البته اصلا برای من مهم نیست. یه دونه اینه، حالا چه رفتی به گربه داره؟ یه گربه ملوس میشینه توش. بعد فهم کنی این چیه؟ چراغ. بعد این چراغ خوابه، با سیم داره، با سیم هم کار میکنه. بعد این زیرش رو تاچ کنی نورش کم و زیاد میشه. خدایا خب من از این برای خودم هم میخوام. خب من اومدم برای خودم لاتر سفارش دادم، برای اونم میلتی سفارش دادم، چون میدونم نازگی باشده میلتیه. و هنوز نایمده، من اینقدر خرم که یادم رفت فندک بیارم. زنگ زدم میگم داری میای فندک بیار، لو رفت دیگه فهمید. تلاش را کردم که خوش خط بنم. تولدت مبارک. موتور سوار؟ پیک موتوری؟ پیک موتوری. خب تولدت مبارک، تولدت مبارک. بیا شما رو فوت کن تا 100 سال زنده باشی. تولد مبارک. حالا چیز قابل داری نیست ولی خجالت، امیدوارم ازش نداشته باشی. جوابشو کوچیک گرفتم، بازش کن ببینش. خیلی گربه فعلا تا زمانی که گربه بگیری، زمانی که اصلیشو بگیرم. خب که یک کلاس تموم شد، در واقع یک کلاس فقط موند.
بعد الان ما کارگاهمون رو خوب جاش رو عوض کردیم دیگه، بزن نشونتون بدم. همه میزا رو جابجا کردیم، بعد من هنوز وسایل رو نچیدم و الان قراره وسایل رو بچینم. من کارم تموم شد، دارم میرم تولد دوستم، یعنی دوستم دارم میرم دوستم ببینم. خدایی بارون که میخواد قطع بشه، کسی صدا رو نشنید. دارم میرم سمت مترو. انتخاب کن تولد دختر خانومه، انتخاب کن. شکلاتی شیما دوتایی تصمیم بگیریم. خب بیا شیما بریم من شکلاتی خیلی. واو کدوم هم چیه؟ بچه بعدش میدیم. بچه این چشه های باقلاوه این چیه؟ این گل باقلاوه. مرسی خواستم بذار اول اسم بدیم. از اینا گرفتیم، از اینا گرفتیم، شرکی و چایی هم داریم. آها اینا هم خیلی مهمه، ظرف های تله جوروخ تله بسیار زیبا. اینا شاه ها پوش اصلا شاه ها ما و ما هم گرفتیم. چند کنم؟ خیلی خوشگله. 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 خوشگ